بار ادامه بدیم خیلی حال میده، خیلی حال میده. تا اونطوری میدونم، آره دیگه، بخوای کانون توجهات خودت رو قرار بدی و یه قرعه‌ای بود فقط به عنوان خاطره. الان هم کسی اگر نیاز باشه و اینا، من حلم مبارز به طلبند و اینا هر سراسیمه میرم برای انجام بدیم، ولی نیستش دیگه. همه هم یه دور با هم مناظره کردن و همدیگه رو شناختن و مثلا هم میخاک و ویده شد، یه اون فضا تغییر کردش. حالا ببینی خدا چی میخواد، ما هرچی که خدا بخواد قسمت بشه انشالله. ولی خب همین هم واقعا اینا درست داریم میگه، اگه خود همین ها هم کلیپ بشه و منتشر بشه شما کارتو انجام دادی، لازم هم نیست حالا بره رو اون تعداد. آره خب آقا من صحبت هم بکنم اون تمام. ببینید ما وقتی حاج قاسم رو از دست دادیم، خب من حاجی سردار بی زحمت اسم بیاریدم کنه رو بخوره لای. ها بسیار خب، ما وقتی خب سردار اینطوری شدش، ما بچه هایی که اینجا اون همرز ما حاجی بسیار خب از بکنم که باور بفرمایید، من این بچه‌ای رو دیدم که اینقدر اینا ناامید شده بودن و خود دوستانم باور کنید به ما میگفتن مراقبت حاجی دیگه تموم شد، ما دیگه اصلا نمیتونیم بریم و خیلی ها برگشتن و خالی کردن. میدونی چی میگم؟ خیلی مهمه دیگه، یعنی میگه خالی کردن اصلا، یعنی تمام امید اون رو از دست دادیم و خیلی دیگه اصلا نای موندن اونجا رو از داده روی نداشتن و خیلی برگشتن. لایو سدستان با حاجی رو داشتیم میگوریم در مورد تتلو. آره خب این همین میخواه، این نکتهش برمیگره به همون جاله ها. خب بعد ببینید اونها که اینجور هستن، ببینید ما، من داشتم میگفتم که شما تصور بکنید همون شبی که آقای تتلو با جناب این آدم ها لایف داره، همون شب هم حالا بر اساس هر اتفاقی لایف به یک لایف داشته باشه خود شخص حاج قاسم ها، خب مثلا تو منطقه با مثلا سدستان نصرالله، ما مثلا یک دو تا که اسامی رو، این اسامی جز ریپورت شدید قرار گرفته. بجایده؟ آره لایف بعدا کردم فلان، آره بعد میپره کلن چیز جاستان نه تیرت رو منفی میکنه. آره ببینیم آره. حواسم نبود سدستان بگو آره. حاجی بیزن من یه دونه لایو ببخشید، چون ما سعی میکنیم محتوا در راستای راه اونا باشه، نذاریم دوچار بتونه به هدفش برسه بخواد بایکوت کنه. آره قطعا، ما حتی اون روزی هم که باور بفرمایید میگفتیم آقا نذارید، چقدر حمله شد به ما، آقا ما میذاریم بزنه دوباره میزنیم فلان اینها، ولی اون روز هم استراتژی ما این بود که اصلا نذاریم میدان، خب میزنن اون دیگه، این میشه انگار قتل، میگه خودکشی میشه. میگه چی میگم؟ نه این مسئله عقلی بود، ما همون روزم خیلی از این خوشی مقدس رو میخوردیم نوافلا. ولی خب تصور بفهمید همین لایو بود، یه دو سه چهارتایی که کردیم دست کم 10 میلیون آدم در این لایو شرکت میکردن. خب 10 میلیون بر اساس دو تا چهارتا کردیم ما، مثلا محبوبیت ها، همه این مسائل رو، چهره بودن، طرفداری، حتی ذات آدم ها رو ملاکی که قرار دادیم، فهمیدیم که تا 10 میلیون شرکت کننده خواهد داشت اگر یک همچین چیزی بود. خب ببینید ما حرفمون اینه، میگیم آقا ذاتن، علی آقا ذاتن فطرتاً آدم ها دوست دارن که به یکی رو هواداری بکنن، یکی رو دوست داشته باشن، به یکی تکیه کنن که خیلی دوستش داشته باشن. خب فطریه دیگه، ذاتاً این اتفاق. خب اینها که غرب اینو رو میفهمه، یه دستور سازی میکنه دیگه، اصطلاحاً تیپ سازی میکنه، خب اصطلاحاً هرکول سازی میکنه مثلا. ولی ما مثلا صدها، شاید به صدها هزار آدم رو ما میتونیم داشته باشیم که اینها این علم رو بردارن و طرفداری
و هوادار و طرفدار و اینها پیدا بکنن در سرتاسر جهان و از این فضای مجازی استفاده بکنن و این گونه تسخیر بکنیم این فضا رو. ببینید من مطمئنم اگر مثلا یه لایو ما داشتیم از دو تا چهره محبوب مثلا در حد حاجی فلان، خب بلافاصله من مطمئنم اینستاگرام رو بر ایرانی ها خودشون فیلتر میکردن، خب خودشون فیلتر میکردن. الان که میبینن دارن برد میکنن، آزاد هستیم و هستیم. مطمئن باشید اگر ما تو این فضا برد داشتیم یقینا خود اونها فیلتر میکرد، اصلا احتیاج نبود اینجا اتفاق بیفته و ای کاش این اتفاق میافتاد. یعنی ای کاش ما یک لایوی داشتیم به 10 میلیون میرسید، خب چیه، بعد خود اونا فیلتر کنن، ما بتونیم خودکفایی برسیم. یه نرم افزاری رو، نرم افزاری تعاملی مثل هورسا مثلا تولید بکنیم که حالا ما دست بگیریم. میدونی چی میگم؟ یعنی دنیا رو تصورشو بکن. ببین علیقا ما این تو ما باید این گونه فکر بکنیم. این که حتی آقا داره میگه بابا جهش اقتصادی، این که جنبش نرم افزاری رو میگه، بابا علی تصورشو بکن. ما اومدیم این حرف زدیم، این بچه ها رفتن برای سیل جنوب ما توی کرونا، اینها بدونی که میرفتن اونجا مثلا به دلیل که کرونا نگیرن، و حالا من این بود وضعیت خوبی نیست، ولی یه ده از اینا میرفتن آقا اینا رو بغل میکردن و برها مثلا ادعا میکردن که آقا ما حاضریم کرونا بگیریم ولی بریم به اینا کمک کنیم. یک منطقه اصلا پوشالیه به در نخواد. گفتیم آقا ببخشید شما بیایم به جای مثلا کارگاه ماسک، ببین این ماسک هایی که الان داره تولید میشه بیمارستان ها یه دونه اینا رو قبول ندارن، اصلا نه استاندارد نیستش. خب اون لایه هایی که ما اون تحریمیم، اون پارچه اصلی رو، خب یه سری ماسک هایی که هستش آبیدن اگه دقت کرده باشه، این اصلا استاندارد نیست. من این همه مثلا هزاران هزار داره تولید میشه، اصلا اینا دست مردم هم نمیرسه، یه بازاری درست شده اصلا در هم بر هم و معلوم نیست چقدر پول میاد که تو بری چقدر تولید کنی، فاکتورها رو بیا مثلا مالی تو شفاف کن، اینها هیچ کدوم از اینا درست نیست. و ما اومدیم گفتیم آقا نخبه ها بیاین یه لباس طراحی بکنید، لباسی که این بسیجیه بپوشه که توی کرونا بره برای سیل، یعنی یه جنبش علمی. آمریکا داره موشکی ساخته 100 متره، تصورش نمیتونی بکنی 100 متر، یا واقعی ها، و توی مریخ اقامتگاه هایی درست کرده، میخواد 1 میلیون آدم رو ببره مریخ، اونجا رو برای زندگی آماده بکنه، خب که بره سکونتگاه دیگه، بره اونجا، بعد کره زمین رو تماما با این بمب های نوترونی بزنه منفجر. این توی پروتکل یهود هست دیگه، یهود صهیونیست. آقا خدا دو تا حیوان خلق کرده، یکی حیوان چهارپا، یکی حیوان دوپا. آقا حیوان دوپا چیه؟ میگه غیر یهود. اینها خود این دایره رو دارم. آقا غیره اصلا باید بمیره. ولی ما این فضا رو عدد و پراکنده بیان شد، شاخه به شاخه شد و کنم که بس لایو رو نتیجه گیریش رو بریم و اینا بهتر باشه، چون این داره مسئله میشه. رفتیم الان تو کابالیس و اینا. نه 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 من اومدم چی بگم، ببینید موشک 100 متری رو گفتم، بعد جنبش هم افزاری، خب میگم ما رسیدیم از لایو تتلو که ما چه لایوی داشته باشیم که اینستاگرام بزنه ما رو فیلتر کنه خودش، یعنی ما ببریم، یعنی ما توی اینستاگرام ببریم. بعد گفتیم خیلی خوب، وقتی اگه بتونیم این کارو بکنیم، مثلا لایو رهبری با رهبری، آقا این چی واقعا به خدا نمیدونم، وقتی ما بحثشو میکردیم الان میگفتیم رهبری لایو بذاره خود شخصشون یه پیج داشته باشه، الان پیج خامنه دار، آقا چه ایبی داره توی تمام این اتفاقات یه لایو بذارن مثلا با مراجع تقلید، مثلا خب یک تبادل نظری با مراجع حالا داشته باشن در طریق لایو و اینو اشتراک بذارن تمام مردم دنیا ببینن، خب
باور بفهم، من یقین دارم، یعنی این الان محاسبات با من مطمئنم این ایستا رو فیلتر میکردن برای همیشه از ایرانی ها من میکردن و ما موفق میشدیم یه نرم افزار بسازیم. حالا ما بگیم خیلی خوب رهبری از این نرم افزار ما ورود میکنه، خب نرم افزار که خودمون داری بشه، یا لایوه هایی که و تولید محتوا هایی که و اتفاقاتی که میتونه تو این فضا بیفته. من این رو بحث سید حسن عامری رو که گفتم داره از تطلو حمایت میکنه، ما میگم اصلا خیلی ما پرتیم، یعنی ما توی فضای مجازی فقط داریم میخوریم، یعنی فقط داریم میخوریم که اینا اینطوری دارن ما رو بازی میدن حقیقتا. رضا از خط شکنی شما الان اون روز که مثلا ما میدیدیم گفتیم مثلا علی مظلوم رو 10 سال دیگه تصور کن. خب آقا ببین، شمایی که مثلا 5 سال پیش بود دیگه، نه 5-6 سال پیش بود، کمتر بود حالا 2 سال، مثلا 2 سال پیش، خب شما وقتی این خط رو اینجوری تسخیر کرده بودی، طبیعیش اینه اگر شما در این میدان قرار بود موفق باشی، من اون روز تصور میکردم گفتم علی محسون لایوها باید برسه به مثلا 3 میلیون نفر، باور کن این تصور رو میکردم. میدونی چی میگم؟ یعنی باید اینطور میشد، یعنی اگر دست ما بود، ببین داری تو رو میگه آقا اسم حاجی رو نبر میزنن، ببین اصلا فضا مال ما نیست، ببین ما کجا داریم میجنگیم، اصلا زمینی که فقط باخت، یعنی فقط باختن دوش علی محسون، باز علی محسون باید الان لایوه همچنان لایوه های خدشکنیش و مناظراتش میرسید به 3 میلیون، خب 3 میلیون 4 میلیون توی این لایوه طبیعی بود میرسید، یعنی اگه نمیزدن شما رو میرسید، ولی تطلو میاد چی؟ حمایت میکنن ازش، اینا پوله دیگه، اینا بعد میشه چی؟ میشه تمام نوجوان و جوان ما تحت تاثیر این میان و تأثیری که خیلی بده، یعنی از حالشون رو پکوندن با این کارا. شما نیستی، من حرف آخرم الان یه خط، من میگم اون روزی که نامردی این دشمنان ما با محو اسرائیل به انتها برسه، ما حداقلش اینه که یه دونه علی محسون داشته باشیم با 3 میلیون شرکت کننده، یه دونه تطلع هم داشته باشیم با 1 میلیون شرکت کننده، بده بهش تخبش ارفاق میکنیم، بعد نوجوان ما هر دوتا رو داشته باشه. ببین علی، من به 2 شدن اونم راضیم، ولی من 3 باشم. بچه تو حالا شوخی نه، به جان خودم دارم جدی میگم. ببین علی آقا، تصورشو بگم، من میگم نوجوان ما علی محزون رو داشته باشه با 2 میلیون، تطلور هم داشته باشه با 1 میلیون، یعنی عدالت حد اقلیش اینه هر دوتا رو داشته باشه. من بتونم به نوجوانم بگم ببین، میگه بابا اصلا، میگیم بابا حرفه، میگه بابا آخون بیا، اصلا خنده داره الان به ما میخندن تو لایوا، 30 نفر 20 نفر 100 نفر، میگه بابا جمع کنه چی داری میگی تو، اینا الان اسطوره های ما هستن که همینجوری میاد بالا، یه دفعه میشه 200,000 نفر آدم میریزن. ببین ما میبازیم، ما این رو باید تغییر بدیم، ما وقت فرارسه، این باید فرا برسه، این معادله رو تغییر بدیم. من چه موارد کنم؟ من نظرتون رو در اطور نیمه شعبان اول بگین. اون نیمه شعبان که شما گفتین، هر چیزی، هر ولو بلایی، هر مصیبتی، هر ابتلایی یه سری مضرات داره، یه سری خیرات داره. کرونا هم مضراتش به خیراتش میچربه. شما اشاره به خیراتش کردید، اما باز هم مضراتش بهش میچربه. و من با همه این مواردی که شما تعریف کردید، باز هم میگم عاقلانه این که این هستش که بگیم کاش کرونایی نمیومد، این مستمندان هم سیر نمیشدن، تا با نیومدن کرونا الان 5,000 نفر هم تو ایران نمیمردن. یعنی مصیبت بدتری رو رسون تا خیری که شما مد نظر دارید. اون خیر رو باید از طریق دیگه تعمیم میکردن، بهش میرسیدن، هم جشن نیمه شعبانشون بود، هم کمک به مستمندانشون. که طرف بگه
خدا به کرونا خیر بده و فلان و اینها، باید سنجش بکنیم که کرونا شما به علت اینکه خیرش بهت رسیده که دلیل نمیشه بگی همش خیره، خیرش غلبه داره. نه، این عرض کنم که بلا بود، ابتلا بودش، عرض کنم بیماری همگیر بود که صدماتش جان انسانها رو تحت تاثیر قرار داد. اون نیازشون از طریق دیگه باید رفع میشد، کما اینکه در ایام غیر کرونا هم باید انجام وظیفه بکنند و رفع بکنن. منتظر نباید باشیم یه کرونای بیاد تا بعد یه نیمه شعبانی تعطیل بشه تا بعد از اون از قبل اونها بخواد مستمندان هم بهشون کمکی بشه. من این نظرم اینه. یک دلیلی به قدرت کرونا میتونیم داشته باشیم؟ آقا کرونا که مستقلن قدرتی نیسته. شما اگه بخوای وصل به خداش بکنی که اینطور نیست، خدا بخواد ظلم بکنه به بندگانش، این یه مسئله طبیعیه. قدرت کرونا منظورتون رو متوجه نمیشم. کرونا ببینید روح که نداره مثلا اختیار داشته باشه فلان، اینه اینه که شما یه سنگ رو میندازی زمین اثر مادی میذاره، اونم مسئله پزشکیه و طبیعی این عالم هستش. اون اگه مثلا میگیم چی کرونا رو مردم برای چی دارن این همه مراقبت میکنن، چون فهمیدنه، با تمام وجود لمس میکنه که این میکشه. خب من میخوام بگم یک اون دلیلی که فقر میگه کفر میاره، خب فقری که کفر میاره، من چرا نباید مثل کرونا ازش بترسم؟ میدونی چی میگم؟ یکی از فقیری که حالا من باشم و یک فقیری باشه، هسته امام جملاتش خیلی سنگینه، من باشم و یک فقیر باشه و من جشن نیمه شعبانم اصلا بگیرم و فقیر هم همسایه من باشه، این ترس نداره برای من، یعنی این انگیزه ایجاد نمی کنه که من تعطیل کنم برای خرجم بدم به این. ولی کرونا رو لمس کردم با تمام وجودم، فهمیدم که می کشه. آره این رو من میخوام بگم، خیلی چیزا هستش که همین که گفتم به هیئت امنه میگی قبول نمیکنه، چون این فهم رو نه دردش نمیاد. میدونی چی میگم؟ ما جامعه امام زمانی که بخواد به ظهور برسه دیگه اون عقلها رشد میکنه، مفهومات دیگه، طرف مفهومات رو میگیره، بطن رو میفهمه، یعنی ترس، یعنی کفر یک فقیر رو خیلی براش ترسناکه، حتی از کرونا بدتر. خود همین هم مبحثش روش حرف هستش که الزاماً کفر منجر به فقر منجر به کفر نمیشه که. و به هر حال اون روایاتی که اشاره داره به اینکه از فقر بپرهیزید، که اگر فقر از یه در بیاد ایمان از پنجره میره بیرون، همون حضرت آقا امیرالمومنین هم در لحظات آخر عمرشون فرمودن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، در این حال چه فقر داشتی چه نداشتی فلان اینها، تقوا تو رعایت کن. اما ثمره فقر میتونه بیرون رفتن ایمانت بشه، مراقب باش به فقر دوچار نشی. اگر شدی ناچارن تقوا تو به هر حال رعایت بکن. اینطور نیستش که کسی مبتلا به فقر شد بگه دیگه من جواز دارم الان دست از ایمان خودم بکشم. این برای هشدار بوده که بپرهیز از این که به فقر بیفتی. توجه هستین؟ حالا اون رسول خدا هم یه جا داره که میگه الفقر و فخری، فخر فقر الله هست منظور. آره اون فقر، نه آخه مثلا مراجع هم الان در یک فقری زندگی میکنن، در یک فقری که دیده میشه، خب مثلا تجملات ندارن، ولی این نه. فقر با اونی که واقعا در یخچالش رو وا کنی و سر مرغ، سر خروس ببینی رفته خریده، کله خروس به فضل بده بچه‌هاش، این با اون فرق داره. ولی من میگم در هر صورت اون چیزی که دردش بیاد، من نفهم تمام اون که دردش بیاد طرف و به یک واجبی برسه که بگه آقا من 3 نیمه شعبان رو هم تعطیل میگم، 1 نیمه شعبان تعطیل میکنم، 3 برابرش هم میرم پول جمع میکنم که محلم و فقراش رو دارا کنم، این رو من نمیشه، یعنی تا کرونا نبود نمیتونستی قبول، نمیتونستی به کسی به قبول نمیشه. میدونی چی میگم؟ این رو نظرتون با من موافق هست؟ ملموس شده برای شما، متوجهم. ولی الو
من یه باری باید شما سر حال باشی انشالله گفته بود. کوچیکتم سلامت باشی، ببخشید میدونی چرا؟ یعنی شما به خدا والا خیلی من اگه خسته باشم اصلا نمیتونم تحمل بکنم. شما با اینکه خسته ازی دوباره برگشتید خدا ببخشید ها، ولی حالا کرونا که واقعا بسیار تا بسیار داره مردم رو به فهم میرسونه. خیلی ما الان میفهمیم چقدر این کرونا محتاج بودیم. باور کنید اصلا یه مستند هم الان دارم میسازم در این رابطه که مردم تو زندگیشون کرونا چیکار کرد باشون. دعای الهی لا تعذبنی به عقوبتک اشاره به همین داره که خدا ما رو عبرت پذیر قرار بده قبل از اینکه به وسیله عقوبت‌های تو بخوایم عبرت پذیر بشیم. باید به فکر این می بودیم که نوبت به اینجا نرسه. البته کرونا الزاماً هم برای این فقط نبوده، ابتلاعات و بلایا در هر فردی دلیل متفاوتی از افراد دیگه میتونه داشته باشه. برای یک کسی ترفیع مقام میتونه باشه، برای یکی ترفیع کفاره گناهان، برای یکی امتحان الهی میتونه باشه. به هر حال برای یکی هم عرض کنم عقوبت الهی میتونه باشه. این متفاوت است، اما ثمرش به هر حال عبرت بوده، ثمرش عبرت بوده. انشالله که حالا به این شکلی دیگه. چی من باید بگم؟ تمومه؟ آخرش سوالی که گردم گفتم این آیا لازمه که ما وقتی که میخوایم مثلا این نورافشانی رو بکنیم اگر همه رو راضی کنیم. این اگر ببینید مثلا توی احکام اینچنینی مثلا صدای اذان رو داریم که اگر باعث آزار و اذیت کسی هم بشه ضرورت پخش کردن اذان غلبه داره بر این که عده‌ای بخوان آزار و اذیت بشن، یا مثلا توی محرم یا توی مناسبت‌های شب قدر یا مثلا این مناسبت‌هایی که تعظیم شعائر الله مطرح هستش، در این مصادیق غلبه داره بر اینکه کسی اذیت بشه یا نشه. یعنی یه رسمی باید قرار بگیره، مردم خودشون باید با این تو جامعه اسلامی که ملت مسلمان هستن و خودشون خواستن احکام اسلامی برقرار باشه ها، اینجور چیزای عرفیه عمدتاً هم چندان آسیبی نمیرسونه، همه همدل میشن تو این قضا یا این موارد. به غیر از اون اگر حق الناس باشه، آزار مردم آزاری باشه، نباید انجام بشه. این آتش بازی و فلان و اینها به نظرم ضرورت نداره که بخوام برای نیمه شعبان باعث مردم آزاری مردم بشن و مصداق اون اذان و محرم عاشورا تاسوعا و اینا هم نیستش عرض کنم، و ضرورت نداره و بهتره که انجام نشه، باعث مردم آزاری نشه. و اگه بشه پولای انگفتی هم میگیرن، حالا آتون اینا پولای خیلی زیادی هم میگیرن. من مسجد میگه آقا من نیمه شعبان اینقدر پول میخوام چون اینا گرونه، اینا یه دونش معمولی نیست، خیلی گرونه، لوازم آتش بازی خیلی گرونه. خب پولا میرسه